24مین روز مرداد ماه برابر با 15 اوت سال 1148 خورشیدی برابر با 1769 میلادی، زادروز ناپلئون بناپارت پادشاه کشورگشای فرانسه. ناپلئون بناپارت امپراتور نامآور فرانسه در جزیره کورس در جنوب ایتالیا واقع در دریای مدیترانه دیده به جهان گشود. وی در کودکی راهی فرانسه شد و پس از ورود به مدرسه نظام در خدمت حکومت هیئت مدیره انقلاب کبیر فرانسه درآمد. ناپلئون در جریان سرکوبی قیام اکتبر سال 1795 پاریس به قدری به سردمداران حکومت خوش خدمتی کرد که به فرماندهی نیروهای فرانسه در ایتالیا منصوب گردید. وی در سالهای بعد با پیروزی‌های پیاپی در برابر دشمنان رژیم جدید و توسعه قلمرو حکومت فرانسه محبوبیت زیادی در میان مردم فرانسه به دست آورد که این امر زمینه‌ساز به دست گرفتن مقام کنسولی اول فرانسه توسط بناپارت را فراهم آورد. در این دوران ناپلئون همزمان با فتوحات نظامی خود قانون اساسی جدیدی برای فرانسه تدوین کرد و حقوق مدنی و مقررات قضایی را که تأمین آزادی‌های اساسی را تضمین می‌کرد به اجرا گذاشت. با انجام این اصلاحات ناپلئون می‌توانست خود را وارث و دنبال کننده هدف‌های انقلاب فرانسه و یا به قول طرفدارانش ناجی انقلاب بخواند. او پس از چندی خود را کنسول مادام العمر فرانسه خواند و سپس امپراتور فرانسه نامید و تاجگذاری کرد و دوران 10 ساله امپراتوری خود را با فتوحات پی در پی و گسترش قلمرو امپراتوری خود در سراسر اروپا آغاز نمود. سال 1293 خورشیدی برابر با 1914 میلادی، افتتاح رسمی کانال پاناما و اتصال اقیانوس آرام و اطلس. یک شرکت فرانسوی که حفر کانال پاناما را آغاز کرده بود سرانجام پس از 11 سال، در حالی که 33 کیلومتر از حفر کانال به پایان رسیده بود، به علت سوء استفاده های مالی و ورشکستگی از ادامه حفاری باز ماند. اما پس از چندی دولت آمریکا شرکت فرانسوی را خریداری کرد و در سال بعد کار حفاری را به شرط تسلط بر نوآوری به عرض 16 کیلومتر در دو طرف کانال و همچنین استیلا بر آب‌های دو دهانه کانال آغاز کرد. آمریکا با این کار ثروت قابل توجهی را برای خود برمغان آورد و با ایجاد پادگان نظامی در منطقه آمریکای لاتین را تحت کنترل و نظارت گرفت. در نهایت کار حفاری کانال پاناما به طول بیش از 60 کیلومتر به پایان رسید و این کانال افتتاح گردید. سال 1319 خورشیدی برابر با 1940 میلادی، حمله هواپیماهای آلمان نازی به انگلستان در جریان جنگ جهانی دوم. با شدت گرفتن جنگ جهانی دوم و تصرف فرانسه توسط نیروهای آلمان نازی، هیتلر بار دیگر به تلاش برای صلح نمایشی و کنار آمدن با انگلیسی ها دست زد. ویته نطقی گفت که آلمان قصد تصرف جزیره انگلیس را ندارد و دلیلی برای جنگ بین دو کشور نمی بیند. هیتلر در همین نطق چرچیل نخست وزیر انگلستان را مورد حمله قرار داد و گفت اصرار چرچیل به ادامه جنگ با آلمان به نابودی انگلیس منجر خواهد شد. برخلاف انتظار هیتلر، تزلزلی در اراده انگلیسی ها برای ادامه جنگ به وجود نیامد و انگلستان با اینکه در برابر آلمان تنها مانده بود تصمیم گرفت به جنگ ادامه دهد.